من طرحی رو آماده کردیم در قالب بسیج ملی شکست کرونا که به جایی که بنشینیم تا ویروس سراغ ما بیاد بریم و ویروس رو علاقم کنیم. طرح بازدید خانه به خانه در ایران برای کشف کرونا. کیت‌های سازمان بهداشت جهانی برای آزمایش 100 هزار نفر به تهران رسید. نشانه ای از کنترل بیماری در ایران دیده می شود؟ در 60 دقیقه امشب با یک استاد بیماری های همگیر در دانشگاه هاروارد گفتگو می کنیم. همچنین در برنامه امشب نگرانی از رخنه کرونا به پشت دیوارهای زندان. آیا اقدامات قوه قضاییه برای پیشگیری کافی است؟ گسترش کرونا به حدود 70 کشور. انتخابات اسرائیل در آماده باش کامل برگزار شد. در استرالیا مردم فروشگاه‌ها را خالی کردند. و آرام جان یا بلای جان، آیا حیوانات خانگی هم می توانند عامل انتقال ویروس کرونا باشند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. تیمی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی با محموله‌ای از تجهیزات پزشکی وارد تهران شد. محموله‌ای شامل وسایل تشخیص ابتلا به کرونا برای حدود 100 هزار نفر. بریتانیا اعلام کرده که همراه با آلمان و فرانسه به ایران کمکی معادل 5 میلیون یورو پیشنهاد کردند. منابع رسمی میگویند تازه‌ترین آمار مبتلایان در ایران در مقایسه با دیروز 50% بیشتر شده، رقمی که حالا از 1500 نفر گذشته. این بیماری تا حالا 66 قربانی گرفته. البته آمارهای غیر رسمی بسیار بیشتر از عددی است که دولت اعلام کرده. در شرایطی که نهادهای بهداشتی، سیاسی و حتی امنیتی وارد میدان شده‌اند، نشانه‌ای از کنترل بیماری دیده می‌شود. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از فرین عاصمی. روز جدید، آمار جدید. سایه کرونا هنوز بر سر ایران است. بر اساس تازه ترین آمار وزارت بهداشت ایران، تهران با 575 مورد، قم با 201 مورد و گیلان با 163 مورد بیشترین تعداد مبتلایان در ایران را دارند. البته منابع غیر رسمی میگویند آمار واقعی احتمالاً بیشتر از این است. این 24 آزمایشگاهی که در سطح کشور راه اندازی کردیم، تستی که اونا انجام میدن یک تست غربالگری است. تست غربالگری اگر مثبت باشه همراه با علائم بیماری، اینها به عنوان بیمار مثبت تلقی میشن و درمان انجام میشه. ولی برای قطعی کردن جواب آزمایش، این آزمایش ها ارسال میشه به تهران و ما تست آزمایش قطعی رو اعلام میکنیم. بنابراین این آماری که ما الان خدمت شما ارائه کردیم موارد قطعی هست که ممکنه بعضی موقع در بعضی از استان‌ها آمارهای اعلام میشه که این آمارها رو باید مد نظر داشته باشیم. گرچه مقام‌های ایران متهمند که درباره آمار ابتلا به کرونا مخفی کاری کردند، سخنگوی دولت که امروز به صورت کنفرانس ویدیویی با خبرنگاران صحبت می‌کرد، نظر دیگری دارد. اتفاقاً ایران جزو شفاف‌ترین کشورها در خصوص اعلام این موضوع بوده و به رغم وجود برخی کاستی‌ها از تمام ظرفیت‌های خود برای پیشگیری، کنترل و درمان این بیماری و ارائه خدمات به مردم خود استفاده کرده است. نتیجه تست کرونا این پرستار 25 ساله گیلانی، نرجس خاندی‌زاده، شاغل در بیمارستان میلاد لاهیجان که هفته پیش فوت کرده بود، مثبت اعلام شده. پیشتر مسئولان بیمارستان گفته بودند او به علت آنفلانزا درگذشته. در تازه ترین مورد فوت در بین مقام‌های حکومتی، محمد میر محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درگذشته. مادر او هم چند روز پیش بر اثر ابتلا به همین ویروس فوت کرده بود. او خواهرزاده آیت الله موسوی شبیری زنجانی از مراجع تقلید قم است که رئیس دفترش بر اثر ابتلا به کرونا درگذشته و اعلام شده که خودش در قرنطینه است. بعد از اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به ایران، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه گفته که جمهوری اسلامی به نیت آمریکایی‌ها شک دارد و خیلی روی این کمک‌ها حساب نمی‌کند. وزارت خارجه آمریکا به تازگی در بیانیه‌ای با امضای مایک پومپئو اعلام کرده بود که آماده کمک به مردم ایران برای مبارزه با ویروس کرونا است. اولین بار در جهان که به جای که در مقابل وزیر بهداشت ایران از اعزام نیروهای بهداشتی و درمانی به در خانه‌ها خبر داده. این طرح با تشکیل 300 هزار اکیپ در مملکت از دو روز آینده شروع خواهد شد.
امشب من ساعت 8:30 با تمام رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ویدیو کنفرانس دارم. طرح رو با هم تشریح می‌کنیم و از پس فردا حدود 300,000 اکیپ رو تشکیل خواهیم داد با کمک عزیزانمون در سازمان بسیج. مقام‌های ایرانی می‌گویند اعزام مشمولان خدمت سربازی که قرار بود در روزهای آینده برای گذراندن دوره‌های آموزشی به پادگان‌ها بروند تا اردیبهشت ماه سال بعد به تعویق افتاده. مدارس هم تا آخر هفته تعطیل هستند، اما تصمیم درباره ادامه این تعطیلی به پنجشنبه موکول شده. سوئد اعلام کرده که برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا پروازهای ایران ایر از ایران و به ایران را لغو کرده. همزمان سازمان بهداشت جهانی نخستین محموله تجهیزات پزشکی مقابله با کرونا به ارزش بیش از 300,000 دلار شامل دستکش، ماسک و دستگاه تنفس مصنوعی را همراه 6 پزشک به ایران فرستاده. به گفته این سازمان حدود 1,000 کیت آزمایش شناسایی کووید 19 در این محموله هست که برای آزمایش 100,000 نفر کافی است. همزمان بریتانیا، آلمان و فرانسه اعلام کردند محموله ای از وسایل آزمایشگاهی، دستکش و تجهیزات اولیه پزشکی برای مقابله با کرونا به ایران می‌فرستند. آنها قرار است 5 میلیون یورو هم به ایران کمک مالی بفرستند. فرین آسمی، بی بی سی. کامیار علایی، مدیر انستیتوی سلامت و آموزش بین المللی و استاد میهمان در دانشگاه آکسفورد از نیویورک با ما هستند. آقای علایی، ارسال کمک های سازمان بهداشت جهانی چقدر کمک کننده است از نظر شما؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می کنم. قطعا این ارسال این کمک ها موثره، اما مهمتر از ارسال ماسک و آزمایش که خیلی مهم هست، شنیدن توصیه های کارشناسان بین المللی هست. چون همونطوری که میدونیم در چند هفته گذشته متاسفانه آمارها به درستی اعمال نشد و نشون میداد که یک تصمیم سیاسی پشت مسئله هست که برای چند هفته نپذیرند که ایران با مسئله کرونا برخوردار هست. الان هم میبینیم که با وجود اینکه آزمایش ها در واقع در دسترس هست، اما تا چه حد درست استفاده میشه؟ میبینیم که مثلا در بین نمایندگان مجلس یا مقامات دولتی آزمایش میشه، آیا بعضی از اینها نیاز به آزمایش دارن یا نه؟ اما خیلی از موارد گزارش میشه که با وجود اینکه درخواست آزمایش شده یا جواب با تاخیر یک هفته‌ای داده شده یا اصلا صورت نگرفته. بنابراین یک نوع دوگانگی هست بین چه کسانی باید آزمایش بشن و چه کسانی واقعا نیاز دارن که آزمایش میشن و چه کسانی دارن آزمایش میشن. این اعزام 300,000 اکیپ برای مقابله با ویروس چاره کار هست؟ این نگرانی شما رو رفع میکنه؟ در واقع این بسیج نیروها از یک طرف خوبه، اما باید با دقت انجام بشه. یعنی این کار استفاده از بسیج باید بسیجوار انجام نشه، بلکه باید به صورت پایلوت انجام بشه. یعنی در قدم اول فقط به نظر من در استان قم این کار صورت بگیره. و نکته مهمتر این که با توجه به اینکه ما تخمین میزنیم حدوداً 20,000 فرد آلوده به کرونا وجود داره، بنابراین این 300,000 نفر هم ممکنه حدوداً 100 نفر از خودشون دچار کرونا باشه. به خاطر اولین قدمی که صورت میگه باید اینها خودشون بررسی بشن که آیا کسی کرونا داره یا نه، و دوم این که بیاد در یک استان یا در یک شهر مثل قم به صورت پایلوت انجام بشه، نتیجه ها بررسی بشه و بعد کشوری بشه. اینی که شما میفرمایید 20,000 نفر رو تخمین میزنید چقدر واقعا مطابقت میکنه با مثلا نسبت های جمعیتی؟ حتی در خود چین هم وقتی که ما صحبت میکنیم با جمعیتی نزدیک به حالا 2 میلیارد حدود مثلا 60-70,000 تاست. در واقع بهترین شاخصهایی که ما بخوایم استفاده کنیم این هست که اولا در چین در یک استان که شناسایی شد قرنطینه به صورت کامل صورت گرفت، بنابراین شانس انتقالش رو به استانهای دیگه خیلی کم کرد. بنابراین شما باید به جای اینکه جمعیت 2 میلیاردی، جمعیت 56 میلیونی رو در نظر بگیرید که یعنی شبیه جمعیت 83 میلیونی ایران هست. دومین مسئله نگاه کنید که بر اساس گزارش‌های غیر رسمی حدوداً 400 مورد فوت وجود داشته، که اگر ما بگیم خطر مرگ کرونا 2% هست، یعنی 400 مورد حداقل 20,000 مورد آلوده وجود داشته که 400 موردش منجر به فوت شده. و از طرف دیگه شما نگاه کنید گستردگی عفونت رو، یعنی تقریبا 18 کشور اعلام کردند که بعضی از مواردی که مبتلا بوده از ایران گزارش شده و 11 مورد اولین موارد گزارش شدهش از ایران بوده. بنابراین گستردگی اونقدر زیاد هست که به سایر کشورها هم نفوذ پیدا کرده.
اگه من دقیق تر بگم، تازه ترین آمارها از شمار مبتلایان در چین 80,000 تاست. در هر صورت جدا از کارهایی که مقامهای حکومتی میکنن، احتمال داره که مثلا با گرم شدن هوا این بیماری مهار بشه و یک طوری دامنه بیماری خود به خود محدودتر بشه؟ در واقع برای اینکه هوا گرم بشه ما همچنان زمان نیاز داریم، یعنی حداقل یا یک یا دو ماه، و اونقدر عفونت‌زایی این ویروس بالا هست که در واقع هر فردی به طور متوسط 3 یا 4 نفر رو آلوده میکنه. به خاطر همین من تخمین میزنم حداقل ایران 1 تا 1.5 ماه دیگه با این مسئله باید دست و پنجه نرم کنه، مخصوصا ما که به عید میرسیم و سال تحویل و فرهنگ بعد از عید دید و بازدید ها، قطعا این میتونه بهش دامن بزنه. به خاطر همین من پیش بینی میکنم به این زودی های مسئله کنترل نخواهد شد. قبلا اینطور گفته میشد یا تصور این بود که این ویروس برای سنین بالا بسیار خطرآفرینه. روشن شده که مرگ یک پرستار جوان هم به دلیل بیماری کرونا بوده. آیا ویروس مرگبارتر از اون چیزی است که به نظر میومده؟ ببینید، بیشتر از مرگبارتر بودن همه گیر بودنش هست. وقتی که جمعیت بیشتری رو در مدت زمان کوتاهی گرفتار کنیم، به قول معروف شما مقایسه کنیم با آنفولانزا، یک فردی که آنفولانزا داره در طی 5 روز بیماری میتونه دیگران رو آلوده کنه، ولی در این ویروس 15 روز میتونه دیگران رو آلوده کنه، یعنی 3 برابر خطر آلودگیش و عفونت زاییش در مقایسه با آنفولانزا بالاتر هست، و همین مسئله باعث میشه تعداد افراد بیشتری در مدت کوتاهی آلوده بشن و همین مسئله شانس مرگ رو هم بالا میبره. اما در کل بر اساس تعداد زیادی از مواردی که هم در چین هم در خیلی از کشورها گزارش شده، همچنان میزان مرگ، درصد مرگ 2%، اما بر در بالای 60 سال این میزان به 5% و بالای 70 سال به 15% افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر فردی بالای 70 سال مبتلا بشه، شانس مرگش 15% خواهد بود. حالا اقدام های مثل آموزش پرسنل وزارت بهداشت در سطح وسیع در مدت زمانی که شما کم و بیش بهش اشاره کردید ممکن هست در کشوری مثل ایران؟ به نظر من اگر عزمشون جذب کرده باشن، که به نظر میاد دارن جذب میکنن، و بخش خصوصی هم وارد بشه، نظام پزشکی یا نهادهای غیر دولتی فعال بشن، میتونن کنترلش کنن، مخصوصا در این 3-4 استانی که همگیری در حال زیاد هست. چون مهمترین مسئله، اگه ما بتونیم 70% شانس انتقال عفونت رو کم بکنیم، میتونیم در طی چند هفته این مسئله رو کنترل کنیم. به خاطر این باید یک، از طرف دولت در واقع عزمشون جذب بشه، و دوم نقش نهادهای غیر دولتی، و سوم خود مردم هستن. اگه مردم بتونن در خونه هاشون بمونن و به اماکن پر رفت و آمد مراجعه نکنن، مثل اتوبوس، مثل مترو یا سفرهای بین شهری صورت نگیره، بعد از چند هفته شانس انتقالش بسیار کم میشه. اگر مردم همکاری نکنن، این کنترل بسیار بسیار مشکل خواهد. در مجموع وقتی نگاه میکنیم به این بیماری، شما اشاره کردید که حدود 400 نفر به دلیل این بیماری در ایران جان دادن، البته مقام‌های رسمی 66 نفر میگن، بعضی از آمارها هم آمارهای غیر رسمی بیشتر از این هاست، ولی از مجموع قضایا و جوانب برمیاد که حکومت بر اوضاع کنترل داشته باشه هنوز؟ بعید میدونم. یعنی با توجه به اینکه هنوز شفاف سازی به صورت کامل صورت نگرفته، شما اول باید بررسی وضعیت موجود بکنید و بر اساس بررسی وضعیت موجود اولویت بندی کنید و منابعتون رو بسیج کنید به اون مورد. تا وقتی که شفاف سازی به صورت کامل صورت نگرفته باشه، شما نمیتونید یک برنامه‌ریزی درست داشته باشه. از طرف دیگه همچنان میبینیم با وجودی که وزارت بهداشت در طی چند روز گذشته نقش غالب‌تری نسبت به هفته‌های گذشته داشته، اما همچنان بخش‌های نهادهای امنیتی و در واقع نظامی همچنان تاثیرگذار هستن در این تصمیم گیری ها، و این متاسفانه باعث میشه که یک تصمیم گیری درست و منسجم صورت نگیر. از طرف دیگه میبینید که سازمان جهانی بهداشت که برنامه‌ریزی کرده به ایران مراجعه کنه، یک کمی با سختی مواجه بوده و الان تعداد کمی کارشناسشو داره وارد ایران میکنه، اما همکاری بین بخشی و بین کشوری خیلی مهم هست. به نظر من الان فرصتی هست که ایران با کشورهای غربی مثل آمریکا، مثل کانادا یا اروپا همکاری علمی داشته باشه تا بتونه این مسئله رو کنترل کنه، چون مهمترین مسئله بحث حق حیات هست و مردم اینجا جانشون در خطر هست. ممنونم از کامیار علایی، مدیر انستیتوی جهانی بهداشت حقوق انسان دانشگاه ایالتی نیویورک از شهر نیویورک با ما.
از 30 بهمن ماه که ایران برای اولین بار مرگ دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا را تایید کرد، حدود دو هفته می‌گذرد. طی این روزها آمار رسمی وزارت بهداشت از تعداد مبتلایان با شیب سعودی ادامه داشته، در حالی که رئیس جمهوری از روند نزولی خبر داده و گفته بود که شرایط از اول هفته به حالت عادی باز خواهد گشت. مریم افشنگ نگاهی کرده به ظهور و شیوع کرونا در ایران و عملکرد و اطلاع رسانی مسئولان درباره آن. همه چیز از این بازار در ووهان چین شروع شد. در آخرین روزهای سال 2019 اوایل زمستان. ویروسی که آن زمان مرموز بود و اطلاعاتی درباره آن موجود نبود. با افزایش قربانیان کرونا در چین، کشورهای دور و نزدیک کم کم محدودیت‌هایی برای پروازها و مسافران به چین و از چین وضع کردند. انتقادات از ایران و شرکت هواپیمایی ماهان برای ادامه پروازها شروع شد. در این تاریخ ماهان پروازهایش به چین را متوقف کرد. همان زمان گفته شد پروازها به طور کامل قطع نشده و هنوز در جریان است. یکی دیگر از نگرانی‌ها ایرانیان مقیم ووهان بودند. بیش از 50 مسافر از ووهان با این هواپیما به ایران بازگردانده شدند و دو هفته در قرنطینه ماندند. خبر مبتلایان به این ویروس هر روز افزایش می‌یافت و تعداد قربانیان به ویژه در چین روز به روز بالاتر می‌رفت. از تدابیر بهداشتی و امنیت سلامت در ایران اما خبری نبود. نمونه اش راهپیمایی 22 بهمن که تجمعاتی در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. چند روز بعد ایران رسما اعلام کرد که کرونا در قم قربانی گرفته، بدون آنکه پیش از آن خبری از اعلام مبتلایان به این بیماری منتشر شده باشد. خبرهایی از ابتلای عده زیادی از شهروندان در قم منتشر شد و بحث قرنطینه شهر. اما نه تنها قم قرنطینه نشد، بلکه حتی حرم حضرت معصومه که یکی از مکانهای تجمع بود هم علی‌رغم هشدارهای وزارت بهداشت بسته نشد. متخصصان سازمان بهداشت جهانی مدام از مردم خواستند که به جاهای شلوغ نروند. انتخابات مجلس ایران هم زیر سایه نگرانی عمومی از شیوع ویروس کرونا برگزار شد. این آمار رسمی وزارت بهداشت ایران است که از روز سوم اسفند به روز شده و نه سیوم بهمن که گفته شد دو نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار روز سوم اسفند 5 نفر و حالا کمتر از 10 روز بعد با شیب تندی 12 نفر بر اثر کرونا جان باختند. در کل 66 نفر. هرچند آمار منابع بیمارستانی که چند روز پیش به دست بی بی سی رسید چند برابر بیش از این رقم است. مبتلایان به کرونا هم در روز سوم اسفند 28 نفر بودند، امروز 523 نفر، یعنی 18.5 برابر افزایش در 9 روز. در کل بیش از 1500 نفر. سه روز پیش رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران گفت احتمال ابتلای 10 تا 15 هزار نفر به ویروس کرونا در ایران وجود دارد. البته نگاه رئیس جمهوری ایران هفته گذشته خوشبینانه. بنابراین از روز شنبه همه روال‌ها به صورت عادی خواهد بود در کشور. اما وزیر بهداشت از روزهای سخت و پیک بیماری در این هفته در ایران خبر داد. در روزهای اخیر شهرهای زیادی با این ماشین‌ها ضد عفونی شدند به عنوان عملیات سرکوب کرونا. از دیروز هم قرارگاه مقابله با کرونا در اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش آغاز به کار کرد. هرچند با تأخیر اما به نظر می‌رسد مسئولان در ایران واکنش جدی‌تر در برخورد با ویروس کرونا از خود نشان می‌دهند. اما تأخیر در اطلاع رسانی، عدم شفافیت، سخنان و آمارهای ضد و نقیض حکومت و کادرهای پزشکی بیمارستانی در شهرهای مختلف چشمانداز بازگشت به شرایط عادی را مبهم کرده است. مریم افشنگ، بی بی سی. ضیا نبوی فعال دانشجویی و شهناز اکملی مادر مصطفی کریم بیگی که در اعتراضات سال 88 در ایران کشته شد امروز به طور موقت از زندان آزاد شدند. با گسترش شیوع کرونا در ایران خانواده‌های زندانیان خواهان آزادی یا مرخصی آنها شده بودند. چهارشنبه رئیس قوه قضاییه با مرخصی مشروط و موقت بعضی از زندانیان موافقت کرد. این در حالی است که هفته گذشته ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری گفته بود احتمال می‌دهد همسرش در زندان به کرونا مبتلا شده باشد. آقای رتکلیف از دولت بریتانیا خواسته بود تا برای گرفتن آزمایش کرونا از همسرش با دولت ایران مذاکره کند. مهدی محمودیان فعال مدنی از تهران با ماست. آقای محمودیان، وضعیت زندان‌ها از نظر بهداشتی چطوره؟ خطر ابتلای زندانیان به ویروس کرونا چقدر جدیه؟
وقتی میخواییم در مورد بحث متاسفانه ارتباط ما با آقای محمودیان قطع شد. دوباره آقای محمودیان رو داریم. آقای محمودیان یک دفعه شما رو از دست دادیم، ارتباطمون قطع شد. بفرمایید الان صدای شما رو ما داریم. آقای محمودیان صدای منو میشنوید؟ اصلا وقتی میخواییم در مورد موضوع زندان ها صحبت بکنیم در تهران، در ایران، اولین چیزی که باید مد نظر قرار بگیریم اینه که یک تفکیک جدی بین زندان اوین و بقیه زندان ها ایجاد بکنیم. زندان اوین به عنوان ویترین زندان ها شرایط خیلی بهتری شاید داشته باشه، اما حتی در همون زندان هم ما مشکلات عدیده بهداشتی داریم. زندانی ها در بعد ورود به یک محلی به نام قرنطینه میرن. اون قرنطینه های زندان ها معمولا کثیف‌ترین و غیر بهداشتی ترین بخش زندان ها هست و زندانی ها موقع خروج از زندان هم به همین ترتیب و بدون اینکه هیچ قرنطینه بهداشتی بشن از زندان ها میان بیرون. واقعیتش اینه که در زندان ها در شرایط فعلی به طور عادی مواد بهداشتی بسیار اندک توزیع میشه و به صورت جیره‌بندی در اختیار زندانی ها در اختیار بند قرار میگیره، حالا وکیل بند و یا اون کسی که از زندانی ها مسئولیت بند و عهده داره از طرف زندانی ها اون مواد بهداشتی رو به مساوی تقسیم نمی کنه و معمولا زندانی ها امکان استفاده از مواد بهداشتی رو نداره. قدیم یک کلینیک مثلثی بود که جهت مقابله با بیماری های مصری بود که به دستور آقای لاریجانی اون کلینیک جمع‌آوری شد و تموم تعطیل شد و عملا زندانی ها در برابر بیماری های مصری بیدفاع هستن. در حال حاضر هم که حالا قبل از حتی کرونا هم بیدفاع بودن، حالا با این بیماری که به شدت در حال تسری هست و به زندان ها راه پیدا کرده، زندانی ها از همیشه بیدفاع تر شد که به نظر می رسید با این بخشنامه که رئیس قوه قضاییه داده بهتر استش که زندانی ها مرخص بشن. اما واقعیت اینه که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. تعداد زندانی های مالی که قبلا امکان خروج از زندان رو داشتن، ماهیانه یا دو ماهی بار می اومدن مرخصی، اونها به مرخصی اومدن و تا حدی زندان ها آمارش کاهش پیدا کرد. اما کسانی که مرخصی نداشتن و با وثیقه های بالا داخل زندان هستن معمولا افرادی هستن که آسیب پذیرتر هستن به خاطر اینکه در تأمین مسائل مادی از توان کمتری برخوردارن. برای همین اونها الان با مشکلات بسیار عدیدهی روبرو شدن و دستگاه قضایی هم برای تأمین وثیقه، کاهش وثیقه یا تبدیل قرارهای صادره تلاش خاصی نمی کنه و عملا زندان ها تبدیل شده به یک محلی برای گسترش بیماری که به شدت نگران کننده است. تشکر. آقای محمودیان این که فرمودید این بخشنامه وضعیت رو بهتر نکرده، دلیلش امیدوارم که صدای من رو بشنوید. این که فرمودید بخشنامه رئیس قوه قضاییه وضعیت رو بهتر نکرده به چه دلیله؟ آیا به حرف رئیس قوه قضاییه توجهی نمیشه یا اینکه بخشنامه سوری است و بعیده که بتونه وضعیت رو بهبود بده؟ ارشدم خدمتتون این بخشنامه، من متاسفانه شد صدای شما رو خوب ندارم، خوب نشنیدم، اما اگر در مورد بخشنامه رئیس قوه قضاییه گفتید، این بخشنامه همونجور که گفتم متاسفانه به خوبی اجرا نشده. در مورد زندانی های سیاسی که فقط محدود شده به یه چند تا زندانی که شناخته شدن و در رسانه ها مطرح هستن و عملا زندانی هایی که کمتر در رسانه ها اسمشون مطرح هست نتونستن از این امکان استفاده بکنن، به خصوص زندانی های آبان ماه که نزدیک به 100 نفر هستن و در زندان تهران بزرگ یا همون فشافویه هستن، غالبا در شرف بیماری هستن، اکثرا یا در محیط آلوده قرار دارن و امکان داره بیمار بشن و متاسفانه به خانواده هاشون جواب درستی نمیدن و هیچ کدومشون تقریبا تا الان از زندانی های
غیر سرشناس آزاد نشدن یا به مرخصی نیومدن. بله. مهمترین مشکلشون اولا اینه که وثیقه به اندازه کافی ندارن، چون از طبقه ضعیف‌تر جامعه هستن، بعد هم صدای بلندی تو رسانه ها ندارن، برای همین هم به شدت در مضیقه هستن و ما الان یکی از مشکلات اصلیمون همین زندانیایی هستند که در آبان ماه بازداشت شدن و امکان مرخصی رو از طرف دستگاه قضایی ندارن. آقای محمودیان، امیدوارم که این سوال من رو بشنوید. ورود به زندان ها از طرف کسانی که حالا میخوان زندانی ها رو ملاقات بکنند، به اونها سر بزنند، در چه شرایطی انجام میشه، خصوصا حالا که بحث ویروس کرونا هم مطرحه؟ من باز هم مشکل صدا رو دارم متاسفانه. اگر میشه سوالتون یک بار دیگه بگید یا قطع کنید که من بتونم دوباره بشنوم سوالش. امیدوارم که صدای من رو بشنوید. سعی میکنیم که مشکل صدا رو برطرف بکنیم، ولی اگر صدای من رو میشنوید، سوال من این بود که تا چه اندازه خانواده های زندانیان، کسانی که در بیرون هستند، این امکان رو دارند که اگر بتونن کمکی بکنند و مثلا مواد بهداشتی تهیه بکنند و در اختیار زندانیان قرار بدند؟ متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان در زندان ها وجود داره اینه که اجازه حتی خرید وسایل بهداشتی به خانواده ها هم داده نمیشه که در اختیار زندانی ها قرار بدن. ولی فارغ از این که حتی اگر لوازم بهداشتی هم در اختیار این زندانی ها قرار بگیره، محیط زندان به دلیل شرایط فیزیکی که داره به شدت محیط خطرناکیه. ببینید، برای یه زندانی که مثلا 4000 تا زندانی داره، حدود 600 نفر پرسنل وجود داره که این پرسنل از بیرون داخل میرن و از داخل میان بیرون. ضمن این که به هیچ کدوم از خانواده های اجازه خرید وسایل رو نمیدن. ما در گذشته تا حالا قبل از سال 88 NGO هایی بود، نهادهای مدنی بود که امکانات بهداشتی، امکانات ورزشی به در اختیار زندان ها قرار می دادن، با زندان ها همکاری می کردن، که متاسفانه به طور کامل این بخش سرکوب شده، تعطیل شده و عملا دیگه این ارتباط بین جامعه مدنی و زندان ها و نهادهای قضایی قطع شده و عملا زندانی ها بی‌دفاع شدن و هیچ وسیله ای را اجازه نمی دن، به سختی اجازه می دن که داخل زندان بتونیم ازش استفاده بکنیم. ممنونم از مهدی محمودیان، فعال مدنی از تهران با ما و با پوزش به دلیل مشکلات فنی که پیش اومد. از بیننده ها خواسته بودیم که تجربه های خودشون رو از مراجعه به مراکز درمانی برای تست و قرنطینه کرونا با ما در میون بگذارند. مشاهدات دو شهروند ساکن کرج و تهران رو میشنویم که در پی ابتلای نزدیکانشان به علائم کرونا به بیمارستان مراجعه کردند. عمه من روز سه‌شنبه هفته گذشته علائم شدید کرونا رو داشته، بردنش بیمارستان کوثر کرج تو حصارک، فعلا ترخیصش کردن، ولی خب وضعیتش اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست، سرفه‌های شدید داره، گلوش درد میکنه، منتها چون سنش کمه گفتن که ادامه درمان رو تو خونه انجام بدید و اگر شرایطت حادتر شد، تشنج کردی یا نفس کشیدن برات دیگه خیلی سخت‌تر شد، برگرد بیا. بعد چیزی که از اون داخل برامون تعریف میکنه، البته به صورت تلفنی چون ما ملاقات ممنوعه، جایی نمیتونیم نزدیکش بریم، ایشون داخل اتاق فقط. دو چیزی که تعریف میکنه اینه که فقط دو اتاق اینا روز سه‌شنبه که 3 نفر بودن در میز که ترخیص میشدن 12 نفر شده بودن. میگه فوق العاده وضعیتشون خراب بود، چند تا زنی که تو اتاقشون بودن، خیلی میگفت مراجعه زیاد بود و به حدی بود که حتی اینی که الان بهبود پیدا نکرده و فرستادن خونه. یکی از نزدیکای من خلوش تقریبا 12 روز پیش، 13 روز پیش حالش بد شد، ما بردیمش دکتر، گفتن که چیزی نیست و سرماخوردگیه و یا آنفولانزاست، بهتره که تو خونه استراحت کنه. یکی دو روز بعد قضیه کرونا رسانه‌ای شد، همه متوجه شدن، ما ترسیدیم، مجدد ایشون رفتن بیمارستان، باز هم همونو گفتن، گفتن بهترین راه اینه که برید خونه
و توی خونه از خودتون مراقبت کنید و یه همچین مسائلی دیگه. فکر میکنم بیشتر از 5-6 بار بیمارستان و پزشک شخصی رفتن و دارو گرفتن، اما همه اونا گفتن که کرونا باشید. این قضیه ادامه پیدا کرد، خانومش هی تو خونه یه بچه یه سال نیمه هم داشت، خانومش ازش مراقبت میکرد تا هولوش 5 روز پیش که شب دیگه مجبور شدن تماس گرفتن، آمبولانس اومد و بردش بیمارستان. عرض به خدمتتون که توی بیمارستان 1-2 روز بود، بعد فرستادنش بخش ایزوله، بعد از اون فرستادنش ICU و به شدت حالش بده. از طرف دیگه این اهمال که همون روز اول بهش گفتن برو خونه خود درمانی کن، باعث شد که همسرشون هم بگیره. الان همسرشون هم بستری شده، خواهر همسرش رفت بچه رو تو خونه خود اینا نگه داشت، خونه ضد عفونی شده بود ولی بچه به هر حال ناقله. الان تقریبا 3-4 روزه که اون بنده خدا داره بچه رو نگه میداره، مطمئنن اون هم میگیره. بعد غیر مستقیم و مستقیم 4-5 نفر دیگه با این فرد، به خاطر اینکه گفته بودن هیچ مشکلی نداره و اون موقع اصلا قضیه کرونا مطرح نبود، با این شخص ارتباط داشتن. الان همه اونا مستعد گرفتن این بیماری هستن متاسفانه. با شناسایی موارد جدیدی از ابتلا به کرونا در گوشه و کنار جهان، حالا حدود 70 کشور به این ویروس آلوده شدند. امروز انتخابات اسرائیل زیر سایه نگرانی از کرونا برگزار شد. در استرالیا هم مردم به فروشگاه‌های بزرگ هجوم بردند. تا به حال نزدیک به 3000 نفر در جهان بر اثر ابتلا به این ویروس عامل بیماری تنفسی جان باختند. اما از حدود 90,000 مبتلا، تقریبا نیمی از آنها بهبود یافته و یا از بیمارستان مرخص شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. دنیا وارد مرحله جدیدی می‌شود با شرایطی جدید که یک قلم آن خودداری علنی وزیر کشور آلمان از دست دادن با رئیسش است. آلمان امروز از 150 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داد. دشمنی مشترک از دروازه‌های اروپا عبور کرده. ایتالیا همچنان کانون کرونا در اروپا است و اندکی آن سوتر پرتغال امروز اولین موارد ابتلا را اعلام کرد. در بریتانیا با 40 مورد جدید ابتلا، جلسه ستاد ویژه مقابله با کرونا امروز تشکیل شد. این ستاد دیروز در بیانیه‌اش گفت بدبینانه ترین سناریوی منطقی که پیش بینی می‌کند 80% ضریب ابتلا و 500,000 فوتی است. سناریویی که لرزه بر اندام کشورهایی می‌اندازد که تازه کرونا را دریافتند. در استرالیا که تنها 37 مورد ابتلا را گزارش کرده، این وحشت باعث هجوم مردم به سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها شد. حتی سایه نگرانی از کرونا به تنهایی تاکنون 5,000 میلیارد دلار از ارزش سهام بازارهای بورس جهانی کاسته است. کارشناسان مالی پیشنهاد دادن بانک‌های دولتی و خصوصی به مشتریان خود تخفیف در نرخ‌های بهره بدهند. آمریکا هم با 66 مورد رسمی ابتلا در تکاپو است. با اینکه بریتانیا تاکنون 10,000 نفر مشکوک به کرونا را آزمایش کرده، آمریکا فقط از 3,500 نفر آزمایش گرفته. فعلا آمریکا تنها 75,000 کیت تست کرونا دارد که به گزارش روزنامه نیویورک تایمز تعدادی از آنها آلوده بودند. و این به گفته متخصصانی که به این روزنامه مصاحبه دادند، شاید نشان دهد که کرونا بیش از حد تصور در آمریکا شیوع یافته. با همه این احوال، کانون کرونا در جهان همچنان چین است که امروز با بازگشت 300 میلیون نفر به سر کارها و مشاغلشان بعد از یک مرخصی تمدید شده طولانی مدت، نفسها را در سینه حبس کرده. تا کنون حدود 3000 نفر در جهان بر اثر کرونا فوت کردند که 90% آنها در چین بودند. همه اینها مانع از آن نشد که به رغم برخی نگرانی ها امروز انتخابات در اسرائیل برگزار شود، ولی با تدابیر شدید بهداشتی و حوزه های جداگانه رای گیری برای افراد در قرنطینه. نگاه های نگران هم امروز به سوی هند است که با جمعیت نزدیک به 1.5 میلیاردیش 2 مورد جدید ابتلا به کرونا را در شهر شلوغ دهلی اعلام کرد، جایی که قرنطینه مردم و محدود کردن رفت آمد های آنها تقریبا غیر ممکن است.
آنچه غیر ممکن نیست، عذرخواهی کسانی است که با تعصبات مذهبی خود جان دیگران را به خطر انداختند. مثل رهبر این فرقه مذهبی در کره جنوبی. او به خاطر آنکه مسبب نزدیک به 2000 مورد ابتلا در کره جنوبی بود، امروز ضمن عذرخواهی در مقابل خبرنگاران و مردم کره جنوبی بر خاک افتاد. مرز بین تعصب و توهم آنجا مخدوش می شود که طبق یک نظرسنجی در آمریکا 38% آبجوخورها گفتند دیگر لب به آبجوهای شرکت کرونا نمی زند و 16% گفتند درباره ارتباط این آبجو با ویروس کرونا مطمئن نیستند. سیاوش اردلان، بی بی سی. از کارولاین باکی، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد در بوستون آمریکا، پرسیدم چرا ویروس کرونا در مقایسه با اپیدمی‌های اخیر مثل سارس، ابولا و آنفلوانزای خوکی ترس بیشتری در جهان ایجاد کرده. یکی از تفاوت‌های اصلی بین ویروس کرونا و اپیدمی‌های قبلی که شاهدش بودیم این هست که به نظر میاد سرایت که انجام میشه از یک نفر به فرد دیگه قبل از نشون دادن علائم خودش رو نشون میده. بنابراین ظرفیت سرایت و نقل و انتقالش بسیار بالاست، هرچند ضریب تلفاتش بسیار کمتر از مثلا موردی مثل ابولاست. بر همین خیلی سریع سرایت پیدا میکنه و مصری هستش به شکلی که اپیدمی های قبلی نبودند. همین که میزان کشندگی این ویروس پایین تره، این از نگرانی ها به نظر نمیاد که کم کرده باشه. چرا؟ خیر، با وجود اینکه ضریب تلفاتشون پایین تره، هرچند ما دقیقا نمیدونیم ضریب دقیق تلفاتش چی هست و به نظر میاد ضریب تلفات در اقشار سالمند خیلی بیشتر باشه و بین جوانها کودکان کمتر هست، اما در مجموع به هر حال ضریب تلفاتش کمتر از ابولا هست. ولی اگر خیلی آدم دیگه این دچار این ویروس بشن، طبعا به لحاظ مطلق تعداد فوتی ها خیلی بیشتر خواهد بود. اینا اخلالگری زیادی رو در روند جامعه ایجاد میکنه، احتیاج به بستری شدن های بیشتری داریم، یعنی خیلی بیمارستان ها ظرفیت رسیدگی به تمام آدم هایی که علائم حاد رو دارن ندارن، بنابراین میتونه بحران رو در نظام های پزشکی به وجود بیاره و در زنجیره های تامین درمان و خدمات. یکی از راههایی که الان کشورها دارن اون رو عملی میکنن برای مقابله با این بیماری، مثلا لغو پروازهای بین المللی است، مثلا لغو پروازها به چین یا لغو پروازها به ایران. از نظر شما این چقدر چاره کاره؟ به نظر من به عنوان یک راه حل میان مدت برای چین جواب داد، مقداری زمان رو برای ما خرید، ولی در دراز مدت من فکر نمی کنم ما بتونیم در سطح جهانی محدودیت بذاریم رو رفت آمد و پروازی. با توجه به اینکه ما رابطه زیادی در بین کشورهای مختلف داریم، نمیتونیم این محدودیت ها رو بخوایم پابرجا نگه داریم، حتی به دلیل اقتصادی نمیتونیم. بنابراین باید بپذیریم که خیلی ها این ویروس رو به هم دیگه منتقل میکنن بدون اینکه مشخصا از چین مبدا این ویروس باشه. هر از گاهی هشدار داده می شده در مورد یک بیماری همگیر در سطح جهانی، سازوکاری بین المللی برای مقابله با یک بیماری مثل این و بحران های از این دست تعریف شده؟ بله، من فکر میکنم فرق یک اپیدمی که همه‌گیری در داخل کشور هست و پندمی که جهانی هستش زیاد اونقدر مهم نیستش. مهم این هستش که الان در خیلی از کشورها این ویروس شایع شده، با توجه اینکه ما گزینه‌های زیادی داریم برای برخورد با این ویروس و مقابله با اون، و با توجه به اینکه ما الان واکسنی نداریم و نمیتونیم صبر بکنیم که یه واکسن به دستمون برسه چون یه سال دیگه نمیرسه، بنابراین باید سعی بکنیم از طریق
های غیر دارویی با این ویروس مقابله بکنیم، مثلا فاصله های خودمون رو از هم نگه داریم، از اجتماعات بزرگ پرهیز بکنیم، از مراسم مذهبی پرهیز بکنیم، کمتر مسافرت بریم و مهمتر از اون کارهایی که همه آدم ها میتونن بکنن، شستشوی بیشتر دستشون، به صورتشون دست نزنن. اینها میتونن خیلی تفاوت بزرگی رو ایجاد بکنه. بنابراین راه حل های دراز مدت اینجوری هم مهم هستش. کاری که کشورها سعی میکنن در مرحله ابتدایی انجام بدن اینه سعی بکنن ببینن چه کسایی رو لازم هست که قرنطینه بکنه، چه کسایی مبتلا شدن اونها رو قرنطینه کنه. ولی وقتی تعداد مبتلا معدود باشه میشه این کارو کرد و میشه این رو در تکمیل اون راهکاری که قبلا گفتم انجام شد. ولی در موردی مثل ایران که ما الان نزدیک به 1000 ابتلای رسمی رو داریم، مسلما خیلی‌ها دارن این ویروس رو به هم منتقل میکنن که دیگه ربطی اون مبداش در چین نداره. برای همین اون تدابیری گفتم مثل فاصله گرفتن از افراد و پرهیز از اجتماع میتونه خیلی موثر باشه. و در نهایت از نظر شما برای مقابله با این بیماری در سطح بین المللی عملکرد نهادهای بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت حالا چطور بوده؟ خیلی همیشه مشکل هست که با این گونه ویروس ها در مرحله ابتدایی برخورد کرد، برای اینکه واقعا نمیدونیم که میزان شیوع چقدر هست. من به نظرم سازمان بهداشت جهانی واقعا داره سخت کار میکنه و الان مهمترین مسئله این هست که کشورها مرتبا از شهروندانشون آزمایش بکنن، نظارت بکنن، پالایش بکنن. سازمان بهداشت جهانی داره سعی میکنه کیت های تست کرونا رو به کشورها بده، برای اینکه اگه ما نتونیم آدم ها رو تست بکنیم ببینیم کیا کرونا دارن کیا ندارن، ابعاد مسئله رو نخواهیم فهمید. برای همین مشاهده ادامه تلاش های سازمان بهداشت جهانی خواهیم بود که تمام این تست های کیت کرونا رو، کیت های تست کرونا رو به همه کشورها بدن و این خیلی مهمه. کارولاین باکی بود، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد از بوستون در ایالت ماساچوست آمریکا. باز هم با خبرهای در مورد کرونا و مطالبی در این زمینه با شما خواهیم بود. ولی فعلا مطلبی از منطقه: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید روز پنجشنبه قرار است به مسکو برود تا ولادیمیر پوتین را متقاعد کند که در ادلب آتش بس برقرار شود. بعد از حمله هوایی هفته گذشته ارتش سوریه که 34 سرباز ترکیه را کشت، از دو روز پیش ترکیه عملیات نظامی وسیعی را در ادلب علیه نیروهای دولت سوریه و حامیانش شروع کرده. کسرا ناجی از تازه ترین تحولات گزارش می‌دهد. تصاویر تلویزیون دولتی سوریه از نیروهای این کشور در حاشیه شهر سراغب، نیروهایی که میگویند آن را از مخالفان پس گرفتند. ادعایی که مخالفان که ترکیه از آنها حمایت میکند رد کردند. جنگ در ادلب در روزهای اخیر اینجا شدت گرفته و نگرانی ها را از یک جنگ تمام عیار افزایش داده، جنگی که چند کشور را درگیر کرده. این تصاویر بمباران های مواضع نیروهای ارتش سوریه و نیروهای حامی سوریه از سوی پهپادهای ترکیه که در آن ظرف 24 ساعت گذشته دست کم 19 نفر از نیروهای سوری و تحت حمایت سوریه کشته شدند. سوریه هم گفته که این پهپاد ترکیه را سرنگون کرده در مقابل دو جت جنگنده سوریه که ترکیه آن را هدف قرار داده. این پهپاد در منطقه تحت کنترل نیروهای حامی ترکیه پایین آمد. نیروهایی که اول فکر کردند که یک هواپیمای سوری است و از سرنگونی آن خوشحال شدند. وسعت دامنی این جنگ اینجا پیداست، در قم، در ایران. این به خاک سپاری 21 نفر از داوطلبان افغان و پاکستانی سپاه قدس دیروز، کسانی که در روزهای گذشته در ادلب کشته شدند. داوطلبانی در قالب واحدهای سپاه قدس به نام فاطمیون و زینبیون که به سوریه اعزام شده بودند. ایران به ترکیه هشدار داده است که نیروهایش در تیررس نیروهای ایران هستند. روسیه هم به ترکیه هشدار داده که آسمان ادلب برای هواپیماهای ترکیه امن نخواهد بود. رئیس جمهور ترکیه میگوید آتش بس در ادلب باید دوباره برقرار شود. پنجشنبه گونه ده همانطور که میدانید روز پنجشنبه به مسکو میروم تا با آقای پوتین اوضاع را بررسی کنیم. امیدوارم بتوانیم آتش بس را برقرار کنیم و قدم هایی برداریم که به این اوضاع سریعا خاتمه دهد. آتش کشی. و
در ترکیه در مرز با سوریه فعلا آمبولانس‌ها و اتومبیل‌های نظامی رفت و آمد دارند در مقابل نگرانی‌های رو به افزایش جهانی. کسرانجی، بی بی سی. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید از آزادی زندانیان طالبان به شدت نگران است و صلحی که در آن صدای قربانیان حذف شود فقط یک آتش‌بس کوتاه خواهد بود. به گفته شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، حکومت نمیتواند کسانی را که مرتکب جنایت جنگی شده باشند آزاد کند. او میگوید در تفاهم‌نامه صلح آمریکا و طالبان مسائل حقوق بشری و حقوق زنان در نظر گرفته نشده. خبرنگار ما نسرین نوا نظر او را درباره این تفاهم‌نامه پرسید. نامه خودش متاسفانه زبانش بسیار مشکل دارد، تناقضا درش هست. واضح نیست که مواد توافقنامه را از تطبیقش چطور نظارت خواهد شد، مشخصا موارد را که طالبا و دست بردن چی قم و چی کس از اون نظارت میکنه. هیچ اشاره‌ای به دولت افغانستان نشده در توافقنامه. پیشرت هم به شیوی هست که هر دو طرف میتونن به یک صورت دور بزنن. موارد هم وجود داره که بسیار سوال آفرین است، مثلا تعهدات طالبان در مورد مسئله دادن پاسپورت یا به اصطلاح تابعیت به افراد و افرادی که میتونن خطر باشن بر امریکا. یعنی شما معتقد هستین در این توافقنامه‌ای که میان امریکا و طالبان به امضا رسیده مسائل حقوق بشری در نظر گرفته نشده و مشخصا آزادی زندانیان طالبان خودش یک نقض حقوق بشر است؟ مورد که در توافقنامه‌ای که بین طالبان و آمریکا امضا شده اشاره به مسائل حقوق بشری نشده، هیچ تعهد حقوق بشری طرفین ندارن یا هیچ تعهد به حفظ دستاوردهای حقوق بشری افغانستان ندارن. مشخصا در مورد آزادی زندانی ما پرسش بسیار داریم که ممکن است که پرسش هایی را که ما داریم در مورد از ایست که چقدر این پروسه قانونی است، چقدر صدای قربانی ها در این پروسه در نظر گرفته شده، آیا موارد حق العبدی در نظر گرفته شده یا نه، این موارد چه قم میشه از لحاظ قانونی، پاسخ دولت، پاسخ امریکایی ها، پاسخ طالبان به این موارد چیست؟ چه مواردی برای کمیسیون حقوق بشر در مذاکرات بین الافغانی مهم هست که باید گنجانیده شود؟ در روند بسیار زیاد برای ما مهم است که حیاتی که شکل میگیره همه شمول باشه، زنها حضور داشته باشن، جوانها حضور داشته باشن در جریان مذاکرات و خود پروسه مذاکرات به صورت دیزاین شوه یا تنظیم شوه که صدای قربانی ها شنیده شوه و کمیسیون میخواهد که از این روند نظارت کنه و نتیجه قابل قبول است که به گسترش امکان دستیابی شهروندها و حقوق بشریشون بیانجامه. نتیجه که حقوق بشری شهروندها را محدود میکنه به صلح پایدار نمیانجامه. ممکن است به کاهش خشونت بیانجامه ولی ما نمیتونیم نام از او را صلح بگذاریم. چقدر مطمئن هستین که مواردی را که در توافقنامه میان طالبان و آمریکا در نظر گرفته نشد در مذاکرات بین حکومت افغانستان و نماینده طالبان جدی گرفته بشه و در موردش بحث بشه؟ من فکر میکنم اگر ما بحث را که بین افغان‌ها اتفاق میفته و نتیجه که از اون میبرایه، اگر اون نتیجه باشه که در او به موازین حقوق بشر توجه نمیشه، او فقط یک آتش بس موقتی است، او پایان مناظر نیست. آیا موقعیت سیاسی و اجتماعی زنها را در خطر میبینیم با توجه به مذاکراتی که قرار هست بین حکومت افغانستان و طالبان به میان بیاید؟ آیا فکر میکنیم بعد از این باز هم رئیس حقوق بشر یک زن خواهد بود؟ باز هم ما بانوی اول خواهیم داشت؟ من طبعا شدیدا نگران هستم. فکر میکنم بسیار افغان ها مدافعین حقوق زن ها و مردان نگران هستند در مورد آینده بر زنای افغانستان. چیزی را که مرا امیدوار میسازه این است که جنبش زن ها در افغانستان بسیار منسجم است. شما در هر گوشه افغانستان برین ممکن است زن ها خواستهای متفاوت داشته باشند، مثلا همین زن ها نمیخواهند که به اردو بپیوندند یا پیلوت شوند یا سیاستمدار شوند یا حتی شاغل باشند، ولی همین زن ها میخواهند زندگی متفاوت از مادرای خود داشته باشند. ولی تا فعلا در 18 ماه مذاکره و در نتیجه یک توافقنامه میان آمریکا و طالبان بحث حقوق زن، حقوق بشر، آزادی بیان در حاشیه بوده. چقدر امیدوار هستین که در مذاکرات بین الافغانی این چیزا واقعا جدی گرفته بشه و یک تغییر ملموس و عملی ما حس بکنیم؟ آیا طالبان حاضر خواهند بود به نتیجه که به این مسائل توجه بشه؟ این که در مذاکرات بین الافغانی چی اتفاق میفته، این بستگی به انسجام و کار مشترک تمام نیروها داره، دولت افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، گروه های مدافع حقوق زنان، گروه های مدافع حقوق بشر، کمیسیون، یعنی کار مشترک کل ما را نیاز داره، آسان نمی باشه.
من فکر میکنم که مشکل میباشه، آسان نمیباشه. گفتگوهای مشکل ضرورت است. دیدگاه طالبا بسیار سخت است که آدم تغییر بسیار واضح را درشان ببینه. ولی میکنین تغییر کرده باشن؟ برای ما بسیار سخت است که تغییر، وقتی که از ما در مورد تغییر طالبا پرسان میکنن، یکی از مشکل ترین سوال هست که ما با او روبرو شدیم. به این دلیل که یکی که آیا کسایی که در قطر هستن و ما شخصا امرشان ششتم در نشست که در قطر افتاد، آیا اونا از دیدگاه سربازای خود نمایندگی میکنن، یعنی تا چه حد نمایندگی میکنن؟ چیزایی را که او میگن، آیا سربازایشان به او باور دارن؟ یعنی چقدر انسجام دیدگاه وجود داره بین طالبا؟ یک سوال است. سوال دومی است که تفاوت بین دیدگاه و عمل کرد. در موارد که ما گزارش هایی را داریم از عمل کرد طالبان در ساحات تحت کنترلشان، در مورد دسترسی دخترها با آموزش، حق کار، نوع مجازات ها و محاکم سرایی که اتفاق میفته، بسیار زیاد تفاوت های در عمل کرد طالبان وجود داره. تفاوت های محلی هم وجود داره. یعنی فکر میکنیم میگن ما تغییر کردیم ولی تغییر نکردیم. دقیقا. به این دلیل بسیار مشکل است که آدم بتونه قاطعانه قضاوت کنه که اینا تغییر کردن. حداقل ما هنوز قناعت نکردیم. گفتگوی همکارم نسرین نوا بود با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان. شرکت هواپیمایی بریتانیا بریتیش ایرویز اعلام کرده که برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا، پروازهایش به بعضی از کشورها از جمله آمریکا را محدود می‌کند. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که دولت بریتانیا امروز در جلسه اضطراری وضعیت را بررسی کرد. کلاً حدود 40 نفر به کرونا در بریتانیا مبتلا شدند و شناسایی، اما احتمال شیوع گسترده این بیماری بسیاری را نگران کرده. علی همدانی گزارش می‌دهد. دولت بریتانیا نگران از شیوع گسترده ویروس کرونا. کشوری با 36 میلیون توریست سالیانه، بیش از 210 هزار مسافر روزانه در تنها یکی از فرودگاه‌هایش، فرودگاه هیترو و تجارت بین‌المللی روزانه با جهان. امروز اعضای ارشد کابینه دولت در جلسه اضطراری طرح‌های مقابله با کرونا و مواجه شدن با همه‌گیری احتمالیش را بررسی کردند. متأسفانه احتمال همه‌گیری بیماری بسیار بالاست. ما هر کاری که بتوانیم می‌کنیم که برای شروع شیوع گسترده آماده باشیم. بریتانیا بسیار آماده است. سیستم پزشکی ما بسیار خوب است. توصیه من به مردم همان است که سازمان بهداشت جهانی گفته، دست‌هایتان را بشورید. بریتانیا از یک ماه قبل با ظهور نخستین موارد ابتلا، اطلاع رسانی و آموزش را از طریق رسانه‌ها آغاز کرده. مشخص شده مبدأ ابتلای اغلب بیماران کجاست. جزئیات ویروس در هر بیمار کشف شده. همزمان خطوط تلفنی برای پاسخ به افراد مشکوک به ابتلا فراهم شده. آمبولانس‌های ویژه برای دیدن بیماران در محل زندگیشان به جای مراجعه حضوری آنها به بیمارستان ها از جمله اقدامات بریتانیا برای مقابله با شیوع کرونا بوده. یکی از مدارسی که در بریتانیا تعطیل شد، یکی از کارکنان این مدرسه به بیماری مبتلا شده و از ترس ابتلای دانش آموزان این مدرسه را بستند. سرنوشتی که ممکن است در انتظار بسیاری دیگر از مدارس در بریتانیا باشد. دولت همینطور ممکن است از پزشکان و پرستاران بازنشسته بخواهد به سر کار بازگردند. در مدارکی که اخیراً به رسانه‌ها درس کرده، نگرانی دولت از بدترین حالت ممکن به چشم می‌آید. سایه سنگین کرونا بر سیاست در بریتانیا. دولت بریتانیا حالا با یک بحران تازه روبروست، بحرانی بدون راه حل قطعی تا این لحظه، شیوع ویروس کرونا که در بدترین حالت ممکن میتونه تا 80% جمعیت این کشور رو گرفتار بکنه. علی همدانی، بی بی سی، مقابر مقر دولت بریتانیا در لندن. در مورد انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان زیاد شنیدیم، ولی آیا حیوانات خانگی هم می توانند عامل انتقال این ویروس به انسان باشند و آیا خطر کرونا سگ و گربه ها رو هم تهدید می کنه؟ دکتر پیام محبی، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با ما هستند. آقای دکتر محبی، این سوال رو از شما بپرسیم. شما بگید آیا حیوانات خانگی هم میتونن ناقل ویروس کرونا باشند؟ من خدمت شما سلام عرض کنم. اجازه بدید اول تشکر کنم از کادر درمانی کشورمون که واقعا دارن تو این لحظات ایثار میکنن. حیوانات خانگی تا این همه این صحبتایی که من میکنم، تمام دیتایی که تا این لحظه وجود داره، به خاطر اینکه این یک بیماری نوپدیده و ما هنوز رفتار درست ویروس رو در جهان مانیتور نکردیم و نمیدونیم چه اتفاقی میفته. تا این لحظه گزارشی از آلوده شدن، یعنی بیمار شدن هیچ حیوان خانگی وجود نداره. اما 3 روز پیش قرنطینه دولتی هنگ کنگ یک گزارشی پخش کرد که از یک سگی که مالکش کرونا مثبت بوده، یعنی کووید 19 مثبت بوده،
تست کردن و به صورت ضعیف این ویروس رو از مخاطات اون حیوان تونستن جدا کنن. و میگم این میتونه از یه جهت خبر خوب باشه، میتونه از یه جهت خبر بد باشه. از چه جهتی میتونه خبر خوب باشه؟ از این جهت که این حیوان ازش ویروس جدا شده ولی خودش علائمی نشون نداده، این میتونه خبر خوب باشه. یعنی تا الان این ویروس با این حالی که در مخاط حیوان وجود داشته نتونسته بیمارش کنه اون حیوانو. از این جهت میتونه خبر بد باشه، که البته این خبر بود که قبلا هم میگفتن که در مواجهه با حیوانات خانگی به شستن دست ها، در واقع اون شستن دست ها رعایت کنیم، و توصیه سازمان بهداشت جهانی هم تا حالا فقط شستن دست ها. خب شما چی فکر میکنید؟ کسانی که حیوان خانگی نگه میدارن، مثلا در ایران سگ، گربه یا حالا انواع دیگری از حیوانات، چی کار باید بکنند؟ به نظر من باید مراعات کنن. به هر حال ما یادمون باشه که حیوانات خانگی در بهترین شرایط اگه خودشون بیمار نشن میتونن بعضی وقتا برای ما ناقل فیزیکی باشن. یعنی چی؟ یعنی مثل همون اتفاقی که میفته، شما ممکنه با یک کتاب، ممکنه با یک خودکار و یا ممکنه با یک حیوان خانگی از یک شخص آلوده شما آلوده بشین، یا مثلا توی گردش‌های شهری یا هر چی حیوان دچار در واقع آلودگی ثانویه بشه و اونو بتونه به انسان منتقل کنه. این به نظر من بیشترین چیزیه که افراد باید مراعات کنن، کما که ما هم الان در حال حاضر داریم این مسئله رو مراعات می‌کنیم. و من خواهش می‌کنم افرادی که خودشون واقعا اگه علائم بیماری مثبت دارن، حیواناشون هم با خودشون قرنطینه کنن. در مورد نوع حیوان، مثلا ما در گذشته آنفلوانزای خوکی رو داشتیم و بعد آنفلوانزای پرندگان رو داشتیم، آیا این ویروس ویروسی است که مثلا مختص پستانداران باشه یا میتونه علاوه بر پستانداران به پرندگان هم سرایت بکنه؟ هنوز گزارشی میگم تو جهان نیست، این ویروس بسیار بسیار ناشناخته است در جهان. یه بحثایی هست، ببینید ما کرونا رو در انسان داشتیم قبلا، کرونا یه دام حیوانات هم بوده، حتی تو شهر تهران هم خیلی از کسایی که گربه دارن شاید خیلی با کلمه FIP آشنا باشن، بیماری بود که توسط کرونا، توسط کرونا ویروس ها توسط توی گربه ها صورت میگرفت، در شهر تهران هم هست، تو کل کشور هم هست. ولی این نوع ویروس خاص خیلی فرق میکنه. دو تا مسئله اینجا توی بحث حیوانات وجود داره، یکی اینکه خود ویروس بتونه حیوان رو منتقل آلوده کنه و حیوان بیمار بشه و حیوان دوباره بتونه نوع انسان رو آلوده کنه، به خاطر شرایط تغییر دمایی که اینجا وجود داره، تغییر پهاشی که وجود داره و کلن بعضی از آنزیم های بدن حیوانات و انسان لزوماً همه ویروس های انسانی حیوان آلوده نمی کنن و لزوماً اکثر ویروس های حیوانی انسان نمی تونن آلوده کنن. سپاسگزارم از دکتر پیام محبی، دامپزشک از تهران با ما. این گفتگو پایان بخش برنامه 60 دقیقه بود. ممنونم از همراهی شما.